درود بر شما. اینجا کانال خبری کیوسک و در دقایق پیش رو با مهمترین موضوعات روز در خدمت شما یاران و همراهان عزیز هستیم. سرخط اخبار امشب: فرماندهان سپاه در سوریه کیشومات شدند. اتحادیه عرب دستور خروج نیروهای ایرانی را به بشار اسد داد. روزنامه تایمز فاش کرد دولت برای پرداخت بدهی‌هایش میراث ایرانیان را برای حراج گذاشته است. اما قبل از مشروع این اخبار بشنوید از اقدام شنی شهرداری تهران که با نصب بیلبورد هایی با طرح پینوکیو معترضانی که با جان نساری در راه آزادی چشمهایشان را از دست داده اند با وقاحت تمام آنها را به دروغگویی متهم کرده است. حال نیلوفر آقایی یکی از معترضانی که یک چشمش را با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی از دست داده و به تازگی به جای آن چشم مصنوعی گذاشته است در پیامی ویدیویی به این اقدام شهرداری تهران واکنش نشان داد و گفت یک ماه خورده است که چشم درآوردم اما مشغله زیاد نگذاشت من این دروغ را فاش نکنم که حواسم باشد این چشمم را نشان ندهم اما نمیدانم چشمم چرا صدا می دهد یه ماه یه ماه و خوده یه متا مشغله زیاد نذاشت که من این دروغ را فاش نکنم که حواسم باشه این چشم نشون ندهم متا چه چه رو صدا میده البته <applause> که در دروغ گویان خیلی نهفته نیست این آویزه گوشمون کردیم اما دیگه ببخشید یادم رفته بود خبر بدم چشتر رو بودم من <تص> در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم فرماندهان سپاه در سوریه کیش شدند. شدن عرب دستور خروج نیروهای ایرانی را به بشار اسد داد دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بنا به درخواست مستقین دمشق در حال پایین کشیدن پرچمهای جمهوری اسلامی و همچنین بنرهای برخی شبه نظامیان مانند فاطمیون و زینبیون از بسیاری از پایگاه های خود در داخل خاک سوریه اند. این سازمان غیر دولتی مستقر در بریتانیا که به مجموعی از منابع در سوریه دسترسی دارد روز دوشنبه گزارش داد که فعالان این سازمان این اقدام را در پایگاه های شبه نظامیان در شهرهای دیروزور، المیادین و البوکمال در حومه شرقی و همچنین پالمیرا و اطراف آن در حومه شرقی هومز رسد کردند. بر اساس این گزارش، پرچم سوریه که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده، جایگزین این بنرها و پرچم ها شده است، دیدبان حقوق بشر سوریه اضافه کرد که این اقدام با توجه به اجرای وعده هایی که رژیم سوریه به کشورهای عربی در مورد خروج شبه نظامیان وابسته به ایران از سوریه در ازای بازگشت دمشق به اتحادیه عرب داده بود صورت گرفته است. اما این سازمان تاکید کرد این وعده ها تا صرفا تبلیغاتی بوده زیرا دیدبان حقوق بشر سوریه حضور کامل شبه نظامیان در سوریه و عدم خروج هیچ عنصری از خاک این کشور را تایید می کند. روز یک شنبه وزیران خارجه کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب درباره بازگشت مشروط سوریه به این اتحادیه توافق کردند. با این توافق هیئت سوری می توانند از هفتم ماه می شرکت در نشستهای اتحادیه را از سر بگیرند از جمله شروطی که اتحادیه عرب برای بازگشت کامل سوریه به این نهاد مشخص کرده کنترل مرزهای این کشور در برابر قاچاق مواد مخدر و اسلحه و نیز خروج شبه نظامیان خارجی از سوریه است جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در جریان جنگ داخلی این کشور بوده و پایگاه های شبه نظامیان مورد حمایت خود را در این کشور گسترش داده است. پیشتر شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفته بود سفر ابراهیم رئیسی به سوریه نشان می دهد که نیگرانی های بسیار جدی مبنی بر نزدیک شدن سوریه به اتحادیه عرب و کنار گذاشتن اختلافات میان سوریه و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی وجود دارد. جمهوری اسلامی علاوه بر حضور نظامی حضور شبه نظامیان خود در دیگر عرصه های سوریه را نیز تقویت کرده است. دیماه ماه سال گذشته روزنامه الاشرق الاوسط گزارش داد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با هدف گسترش نفوذ ایران در نزدیکی پایتخت سوریه به دنبال خرید زمین و املاک در حومه دمشق هستند طبق این گزارش شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی تلاش دارند در نواحی جنوبی حومه دمشق و در نزدیکی منطقه سید زینب استقرار گسترده ای داشته باشند گزارش از شرق و خاطر نشان کرد پیشتر روسیه مانع حضور شبه نظامیان وابسته به ایران در این مناطق میشد اما با درگیر شدن روسیه در جنگ اوکراین امکان گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در این مناطق بیشتر شده است همچنین منابع امنیتی در اردن و مقامات محلی در منطقه به خبرگزاری های بین المللی گفتند که نیروی هوایی اردن روز دوشنبه 18 اردیبهشت در یک عملیات بیسابقه به یک کار یک متروک تولید مواد مخدر در جنوب سوریه حمله کرد که گفته می شود با ایران مرتبط است در حمله به این تأسیسات که گفته می شود یکی از منابع اصلی قاچاق مواد مخدر به خاک اردن است یکی از قاچاقچیان کشته شده است این منابع افسودن که هدف یکی از این حملات هوایی یک تأسیسات غیر فعال تولید مواد مخدر در استان در آباغ در جنوب سوریه بوده که با گروه ازبالله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و از متحدان حکومت سوریه است مرتبط است. هدف دوم روستایی به نام شعاب در استان سویدا در جنوب سوریه و در جوار مرز با اردن بوده است در این حمله رهبر یکی از باندهای قاچاق مواد مخدر به نام مرعی الرمسان و خانوادهش که در منزل بودند کشته شدند. ریان معروف پژوهشگر سوری که در مورد قاچاق مواد مخدر از این کشور تحقیق می کند به خبرگزاری رویترز گفت بر اثر این حملات منزل الرمسان و تأسیسات واقع در منطقه درعا کاملا ویران شدند. آقای معروف با استناد به سخنان منابع محلی افسود که به نظر می رسد تأسیسات غیرفعال در شهر خراب و شهم محلی بوده که عوامل حزب الله لبنان به قاچاقچیان پول پرداخت می کردند. منابع امنیتی در اردن و سایر کشورهای منطقه میگویند که مرئی الرمسان یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جنوب سوریه بوده و صدها تن از افراد قبایل ساکن این منطقه را به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی جذب کرده است که در مناطق جنوبی سوریه نفوذ قابل توجهی دارند منابع قضایی میگویند که در سالهای اخیر دادگاه های اردن در چند محاکمه قیابی مرئی رمسان را به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم کرده بودند دو مقام امنیتی و یک دیپلمات غربی که وضعیت در جنوب سوریه را دنبال می کنند دو حمله هوایی بی اردن به دو هدف مرتبط با شبکه قاچاق مواد مخدر در جنوب سوریه را تایید کردند اردن مقصد و در عین حال مسیر انتقال ماده مخدر کاپتاگون نوع ارزان قیمتی از آمفتامین ها به سوی کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس است کشورهای غربی و دولتهای عربی معتقدند که تولید و قاچاق این ماده مخدر که از سالها پیش در سوریه آغاز شده است یکی از منابع مالی شبه نظامیان مورد حمایت ایران و همچنین حکومت بشار اسد است دولت سوریه مشارکت در قاچاق مواد مخدر را تکذیب کرده است و ایران نیز میگوید طرح این اتهامات علیه آن کشور بخشی از توطعه و جنگ روانی غرب است گروه حزب الله لبنان نیز مشارکت در قاچاق مواد مخدر را تکذیب کرده و ادعا می کند که اتهاماتی که از سوی حکومت اردن مطرح شده تکرار کارزار تبلیغاتی واشنگتن برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه است این حملات درست چند روز پس از آن صورت میگیرد که وزیر خارجه اردن تهدید کرد که اگر دولت بشار اسد برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرزهای اردن اقدام لازم را انجام ندهد این کشور به اهدافی در خاک سوریه حمله خواهد کرد او افسود که قاچاق مواد مخدر مرتبط با نیروهای مورد حمایت ایران نه تنها برای امنیت ملی اردن بلکه برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یک تهدید جدی است دو مقام اردنی که نخواستند نامشان در گزارش قید شود به خبرگزاری رویترز گفتند که این حملات هوایی یک پیام سریح به دولت سوریه است که به رقم اقدامات اردن برای بازگرداندن دمشق به جمع کشورهای عربی در قاطعیت این کشور در زمینی مبارزه با قاچاق مواد مخدر دوچار اشتباه نشود. مقامات اردنی میگویند در دیدارهای ماهای اخیر با مقامات امنیتی سوریه نگرانی ها در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر مطرح شده و برخلاف وعده های مقامات سوری در میزان و اندازه قاچاق مواد مخدر در مرزهای دو کشور کاهشی مشاهده نمی شود. روزنامه تایمز فاش کرد دولت برای پرداخت بدهی هایش میراث ایرانیان را برای حراج گذاشته است. رژیم ایران به منظور کاهش بدهی های خود برخی از کهانترین گنجینه های تاریخی این کشور را برای فروش به حراج آنلاین گذاشته است. به گزارش روزنامه تایمز، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی در نظر دارد 19 مکان تاریخی را در 22 ماه می در معرض فروش بگذارد. ارگ تاریخی راین در جنوب غربی کرمان یکی از مهمترین اماکنی است که در فهرست فروش دیده می شود. این قلعه با قدمتی هزار ساله به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده است. ارگ راین مربوط به دوره ساسانیان است که با نام قلعه راین در تاریخ یک فروردین 1345 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این بنای تاریخی که از خشت بر بالای تپهی ساخته شده با مساحتی بیش از 22 هزار متر مربع بسیار کوچکتر از ارگ تاریخی بم است. اما هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی زیادی است. ارگ راین به سبک معماری ساسانی بنا شده است. اقامتگاه ییلاقی ناصرالدین شاه قاجار یکی دیگر از اماکنی است که جمهوری اسلامی قصد فروش آن را دارد. این سازه تاریخی که در مالکیت وارثین ناصرالدین شاه بود، پس از شورش 1357 توسط جمهوری اسلامی مصادره شد. تایمز نوشته کمبود منابع و اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی باعث شده تا بسیاری از ارزشمندترین ثروتهای تاریخی این کشور رو به نابودی روند این روزنامه گزارش داده ایران به دنبال فروش برخی از جزیره های خود و استان نفتخیز خوزستان است تا در مقابل با تحریم های غربی از بدهی های خود کم کند بر اساس این گزارش ایران چندین دارایی دولتی دیگر را نیز در معرض فروش خواهد گذاشت کیهان لندن پیشتر در گزارشی به نقل از احسان دهقانی معاون امور اقتصادی و بازرگانی صندوق توسعه وابسته به وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران از تصمیم این وزارتخانه برای مزایده 19 بنای تاریخی خبر داده و نوشته بود که این مزایده در اردیبهشت ماه برگزار می شود. برای شرکت در مزایده خرید این بناها به صورت الکترونیک ثبت نام به عمل می آید تا به گفته احسان دهقانی خریداران فرصت برابر و فروشندگان شفافیت در عمل کرد داشته باشند برخی از این بناها عبارتند از خانه دانشمندی حمام قلعه خانه بهادرالملک ارگ راین باغ هرندی، کاروانسرای زعفرانی، کاخ ناصرالدین میرزا، امارت اربابی لیغوان و کاروانسرای گوجه بل. گفتنی است پیش از این نیز شماری از آثار تاریخی مانند خانه سرهنگ ایرج و کاخ ناصرالدین میرزا پیشتر نیز به مزایده گذاشته شده بودند اما سرمایه گذاری و بهره برداری از آنها ناکام مانده بود تحریم کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی و اعتراضات سراسری مردم به شرایط موجود حکومت که از شهریور 1401 دوباره جدیتر از سر گرفته شده ارزش پول ایران را بیش از همیشه کاهش داده است نگرانی های بسیاری نیز از سرمایه گذاری خارجی کشورهایی مانند جمهوری خلق چین که از تحریم های غرب پیروی نمی وجود دارد همراهان عزیز به پایان این برنامه از کانال خبری کیوسک رسیدیم یادتون باشه با درمیان گذاشتن دیدگاه خودتون در ارتباط با این اخبار راهگشای تیم خبری کیوسک باشید پاینده ایران